بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن والاه. قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بینندگان نهایت گرامی شبکه جهانی نور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد و ثنا آن ذات واحد و لا شریک را که با توفیق و عنایت او در این برنامه در خدمت شما قرار گرفتم و در هر جایی که هستید در حفظ و امان الله باشید و از هر نوع آسیب محفوظ و مسون باشید. بینندگان نهایت گرامی، طبق معمول دوشنبه ها برنامه آموزش نور از راه دور را با تجوید نظری آغاز می کنیم و امروز هم معمولا با تجوید نظری خدمت شما مدت 15 تا 20 دقیقه خواهیم بود، سپس تلاوت برنامه آغاز خواهد شد. در برنامه گذشته ما وارد عمدترین رکن علم تجوید که عبارت از مخارج بود وارد شدیم و به عنوان پیش گفتار هم خدمتتان مطالبی داشتیم و مطالب پیرامون مخارج حروف هم تقدیم شد و همچنان علمای تجوید و متخصصین تجوید قرائت سعی ورزیدن، تلاش کردن تا قواعد و ضوابط را وضع بکنن تا ما را در جهت و یا نحوه درست خواندن قرآن کریم کمک نماید. از این جهت من هم به عنوان به خاطر تصحیح الفاظ و یا کلام قرآن همه روزه و یا در هر برنامه راجع به تجوید نظری خدمت شما مطالبی را تهیه کرده تقدیم میکنم تا که مورد استفاده شما قرار بگیره، تا همه با هم بتوانیم کلام الله را با اون مفهوم و منظوری که هست خوانده بتوانیم. چرا کلام الله؟ قرآن کلام الله است و دارای معنا است و معنا هم معنای مراد مطلوب است که مراد معنایی که مراد الله است. پس تحقق بخشیدن اون معنایی که مراد الله است اون موقوف است به صحت الفاظ و کلام الله. الفاظ و کلام الله زمانی اون معنای مراد را تحقق داده می توانیم که الفاظ کلام الله درست باشد. این الفاظ مطابق اون ضوابط و قواعدی که علمای تجوید وضع کردن باید خوانده شود. این همه به خاطر جلوگیری از تحریف معنوی قرآن است، چون اگر تحریف لفظی و یا در کلمات قرآن واقع شد مسلما اون مستلزمی تحریف معنا است که اون معنایی که مراد الله است اون به دست نمیاد. از تلاوت قرآن منظور ما اولا به دست آوردن ثواب و اجر و اجر است و سپس فهم معناست اون معنایی که مراد الله است. از این جهت در راجع به خواندن قرآن کریم و یا نحوه صحیح و درست خواندن قرآن کریم علمای تجوید سعی ورزیدن تا ضوابط و قواعد را ایجاد بکنن تا که با ما را کمک بکنن. از این جهت در برنامه گذشته هم پیش گفتار داشتیم به راجع به علم تجوید که مخارج حروف، مخارج عبارت از جمع مخرج بود، بر وزن مفعل بود که عبارت از محل و مکانی و یا جایی که حرف خارج میشه و همچنان در حرف در لغت
به معنای اطرف بود که منتهای چیز، یعنی پایانی یک چیز، و در اصطلاح صدایی که اعتمادش به یک جزی از اجزای حلق، شفه، یعنی لب و یا زبان اعتماد میشد، اونجا حرف عبارت از اون بود. از این جهت علمای تجوید در مخارج حروف اختلاف بنیادی دارند. سه مذهب است. یکی هم مذهبی خلیل ابن احمد الفراهیدی، دوم مذهب سیبوی، و سوم هم مذهب امام فرا. مخرج به نزد به مذهب امام خلیل 10 است و به نزد امام سیبوی 16 است و به نزد امام فرا 14 است. امام سیبوی شاگرد خلیل ابن احمد الفراهیدی است. این سه مذهب اختلافشان روی بنیادی روی یک جوف است و یکی هم لام و نام و لام و نون و راست. امام سیبوی در جوف که مخرج این نمیگیرد با امام فرا است، با امام فرا، و در لام و نون و را با خلیل ابن احمد الفراهیدی است. اما قسمی که خدمتتون عرض کردم که مخرج نزد خلیل 10 است، در نزد سیبوی 16 است، جوف را امام سیبوی مخرج اصلا نمیگیره و به نزد امام خلیل جوف مخرج هست. بناهن اینجا علامه ابن جزری یا شمس الدین، علامه شمس الدین محمد ابن الجزری تحقیق کرد، در نتیجه مذهب مخرج جوف را از مذهب شاگرد امام خلیل که سیبوی امام خلیل گرفت با مذهب امام سیبوی یک جا کرد که مجموع مخارج شد 17 که 16 بود. جوف را هم زمیمه کرد، اضافه کرد، علاوه کرد، شد 17. به نزد امام فرا جوف مخرج نیست، لام و نون را یک مخرج میگیرند، ولی لام و نون را امام سیبوی با امام خلیل مخرج های جدا جداگانه میگیرند. از این جهت تعداد مخارج 17 هست. تصویر اتاق فرمان. طوری که در صفحه گیرنده هایتان که مشاهده میکنین و به زبان فارسی است، میتونین بخوانین که علمای تجوید در مخارج اختلاف بنیادی دارن. بنابراین سه مذهب است در این مخارج. در مذهب سیبوی و پیروان آن که مانند امام شاطبی و ابن بری که 16 هست و امام فرا 14 هست و به نزد امام خلیل که 10 هست، و در نتیجه تحقیقی علامه ابن جزری و مخرج 17 شد. و چرا مخرج محقق و مقدر را چگونه ما میتوانیم بشناسیم؟ قبلا هم بعدا هم خدمتتون بیان میکنیم که مخرج بر دو گونه است، که مخرج محقق و مقدر. مخرج محقق که برای از جزء معین باشد، چی در حلق و یا در شفه و یا در زبان، مخرج محقق. مخرج مقدر اصلا جای مشخصی نداشته باشد. به این معنا، چرا که مخرج بر موازنه به عنوان یک میزان است، ترازو است، کمیت و مقدار حرف معلوم میکنه. به خاطر تشخیص و یا مشخص کردن مقدار و یا کمیت حروف مخرج به خاطر از این است. اما صفات به خاطر کیفیت حروف است، که کیفیت حروف ما میشناسیم که این حرف چیدون پور است، نازک خوانده میشه، چگونه خوانده میشه، او به حساب صفات، به حساب کیفیت حروف است. و مخرج محقق، و ما چگونه مخرج محقق و مقدر را میتونیم بدانیم؟ این معیار مقطع پایانی صدا هست، که صدا اثناء تلاوت در هر مقطعی که پایان یافت اونجا مخرج مقدر است. اگر صدا داخل دهن هیچ نوع جای مشخصی نبود، اون مخرج مقدر است. و همچنان معرفت و شناخت مخارج چی فایده داره که ما بشناسیم؟ این به خاطر تفکیک یک حرف از حرف است. ما مخرج میشناسیم، چرا میشناسیم، چرا بخوانیم و چرا بدانیم؟ به خاطر از اینکه این حرف از حرف دیگر باید تفکیک شود، که این حرف از این مخرج، این حرف از این مخرج. چرا که قبلا هم خدمتتان به عرض رساندم که حروف هجای عربی منطوق 29 تا است، اما حروف ابجدی مکتوب 28 تا است. این 28 حرف
به خود مخارج، هر حرف به خود مخرج داشت، لیکن علما کوشش کردند در نتیجه تحقیق، علما کوشش کردند در نتیجه تحقیق و عدد این مخارج را بکاهند، که در نتیجه که بعض حروف ها با هم نزدیک بود که دو حرف را یک مخرج یا سه حرف را یک مخرج گرفتند، تا اینکه به تعداد از این مخارج کاسته شوه، مشکل ایجاد نشوه. از این خاطر تعداد مخارج هم 17 شد. طوران قبلانم خدمتتون عرض کردم. و اصول مخارج، اصول مخارج ما سه مذهب داریم که مذهب امام سیبوی، امام خلیل و امام فرا. به نزد سیبوی و فرا اصول مخارج سه تا است که اون حلق است، زبان است و لبهاست و خیشون طبعا هو لازمیه. اما به نزد امام خلیل ابن احمد الفراهیدی اصول مخارج، یعنی مخارج که رئیسی هست، پنج است: حلق، زبان و لبها، خیشوم و جوف. طوری که در صفحه گرنده هایتان هم میخوانین و میبینین اصول مخارج را که بیان کردم خدمتتون. همچنان مخرج بر دو نوع است، یکی مخرج محقق و مخرج مقدر. مخرج محقق تعریفش که در صفحه گرنده هایتان الان است میبینین، هو الذي يعتمد على جزء معين من اجزاء الفم او الحلق او اللسان او الشفه. مخرج محقق عبارت از مخرجی است که یک جزء معین در دهن یا حلق یا زبان و یا لبها باشه. مخرج مقدر عبارت از این است که جزء معین نه در حلق و نه در زبان و نه در لب نباشه اصلا. این مخرج مقدر است. بعدا انشاءالله تفصیلی خدمتون به عرض میرسانیم. و همچنان میبینین تصویری که آوردیم، چنانچه که اصول مخارج نزد خلیل بن احمد الفراهیدی را در تصویر مشاهده مینماید و در این سه بخش تقسیم شده است که حلق، زبان و شفتین که عبارت از دولب هاست و به علاوه جوف و خیشوم که پنج است که در تصویر هم میبینین قسمت اونجا تیرک نشان که جوف یعنی چی؟ جوف عبارت از خلا، خلایی که در حلق است، خلایی که در دهن است، که در تصویر هم میبینین که اونجا نشان گه که گلو یا داخل دهن، اون عبارت از جوف است. و مخرج جوف، اولین مخرجی که در بحث مخارج که شروع میشه عبارت از مخرج جوف است. جوف یعنی عبارت از چیز؟ عبارت از صدایی که از طرف سینه آغاز، که زمانی که ما حرف را ادا میکنیم، مثلا الف یا واو یا یا و اینها، از طرف سینه آغاز و همزمان با پایانی صدا در خلای دهن، که الف حروف جوف سه هست که الف ما قبل مفتوح باشه، واو ما قبل مضموم و یا ما قبل مکسور، که اینها را حروف مدی هم میگوین. از این جهت این سه تا حروف حروف جوف است که این فقط از خلای دهن ادا میشه، جای معین مخرج معین به خود ندارد، که الف ما قبلش فتحه زبر باشه، یا ما قبلش ضمه و یا پیش باشه، یا ما قبلش کسره یا کسر یا زیر بوده باشه. اینها حروف جوفی هستند، از جوف دهن، از خلای دهن ادا میشه. و طوری که خدمتتون عرض کردم که جوف عبارت از خلایی که داخل دهن و در حلق است، این جوف است، همه خالق و فراغ. و هر یکی از این سه بخش دارای مخارج متعدد است. بخش اول در حلق سه مخرج. الان ما فارغ شدیم از مخرج جوف، جوف فارغ شدیم، شروع میکنیم به حلق، که در حلق سه مخرج است و شش حرف است
که سه مخرج، اولش اقصای حلق می نامند. اقصای حلق یعنی قسمت آخری حلق که به طرف سینه نزدیک است. اقصا به خاطر اینکه بیان که از قسمت دهن، از قسمت دهان دور است. و ادنای حلق به خاطر می بینیم که به طرف به دهن نزدیک است. از این جهت در حلق سه مخرج است که اقصای حلق و وسط حلق و ادنای حلق. از اقصای حلق همزه و ها هایی که مربوطه میگن اون ها ادا میشه، و از وسط حلق عین و ها ادا میشه، از ادنای حلق غین و خا ادا میشه. حلق سه مخرج شش حرف، اقصای حلق که همزه و ها، وسط حلق عین و ها، و ادنای حلق غین و خا، که در تصویر هم شما عملا میبینین که اقصای حلق یعنی آخر قسمت آخر حلق به طرف سینه که همزه و ها، که شکل تلفظش هم شما بخواهین که ایره تمرین بکنین، صورت تمرینش همین است که اون حرفی حرف را باید ساکن بسازین، پیش از او یک همزه مفتوحه بیارین. مثلا همزه و ها است، مثلا ا، قسم ا، یا اه اه، یعنی باید از اقصای حلق ادا شوه، که اینجا ما در تصویر هم عملا خدمتتون آوردیم که و نشانی هم چیست که اقصای حلق کدام قسمت حلق است، که در تصویر عملا میبینین اون جایی که سیاه هست و نشانی تیرک هم هست، و منظور از اقصای حلق همین قسمت حلق است. و سپس تیرک دیگه که اونجا داشته، که اونجا همون اوتار یا تارهای صوتی که هست، صدا از اونجا میبره که به اون ربط میگیره، که دمو قسمت آخرین قسمت است. و وسط حلق، تصویر دومی، وسط حلق عبارت از در میانی حلق است که از اینجا حروف عین و ها ادا میشه. ترتیب ادایش هم گفتم که مثلا همزه را در اول، همزه مفتوحه را میارین، حرفی خودی حرف ساکن بسازین. مثلا میبینین اح اح یا عین اع اع، اینجا هم وسط حلق که علامه داده شده است، شما در تصویر نفتین که قسمت اقصای حلق هم در تصویر قبلی دیدین، وسط حلق هم در وسط در تصویر حالی میبینین که نشان داده شده است که وسط حلق میگویند، منظور همین قسمت حلق است. و تصویر سومی هم ادنای حلق که ما عرض کردم خدمتتون که در حلق سه مخرج است و شش حرف است. اقصای حلق عملا در تصویر دیدین با حرفش که ها و همزه و ها بود، وسط حلق هم دیدین که عین و ها بود، که این ادنای حلق است. ادنای حلق یعنی نزدیک به طرف دهن، از اینجا غین و خا ادا میشه، که مثال میگوین اخ اغ اخ اغ، از اینجا ادا میشه. و ادنای حلق هم عملا در تصویر نشان داده شده که اونجا یک نقطه سیاهی است، رنگه هست، که این تیرک هم اونجا وصل شده، که عبارت از ادنای حلق همین قسمت حلق است. پس انشاءالله که رسیده باشین، فهمیده باشین، عملا در تصویر اقصای حلق هم دیدین، که اقصای حلق زمانی که شما میشنوین اقصای حلق، منظور از اقصای حلق کدام قسمت حلق است، عملا در تصویر دیدین. زمانی که وسط حلق گفته میشه، کدام قسمت حلق وسط حلق میباشه، عملا در تصویر هم مشاهده کردین. و ادنای حلق گفته میشه، کدام قسمت حلق ادنای حلق است، عملا در تصویر هم مشاهده کردین. و این بود بحث امروزی پیرامونی عمدترین رکن علم تجوید که عبارت از مخارج بود، که در مخارج بعد از پیش گفتار شروع کردیم، که به اولین مخرج که جوف بود بیان شد که سه حروف داشت، الف و واو و یا، که الف ما قبلش مفتوح باشه، واو ما قبل مضموم، یا ما قبل مکسور.
و همچنان حلق هم گفته شد خدمتتان که سه در حلق سه مخرج و شش حروف است. عملا خدمتتان وضاحت و توضیحات داده شد. امیدوار هستم که مشکلی نداشته باشین و مورد استفادتان قرار بگیره و کوشش بکنین قرآن را مطابق اون ضوابط و قواعدی که علمای تجوید به عنوان علم تجوید وضع کردن زحمت کشیدن، سعی کردن، سعی ورزیدن تا اینکه ادای حروف قرآنی را با ما آسان بسازن. امیدوار هستم که مورد استفادتان قرار بگیره و عملا با عزیزایتان هم کوشش بکنین که یاد بگیره تا اینکه حق قرآن را ما ادا کرده باشیم. تشکر از توجهتان. امروز به همین قدر اکتفا میکنیم و توقف میتیم به این حلق. انشاءالله در برنامه بعدی شروع میشه با جزء دومی که اون عبارت از زبان است که در زبان چقدر مخارج است، انشاءالله بیان خواهد شد. و الان یک میان برنامه داریم و بعد از میان برنامه برمیگردیم انشاءالله و آغاز به تلاوت برنامه میکنیم انشاءالله. تشکر از توجهتان. أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الروس تواضعا لعزته تعنوا الوجوه وتسلموا يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم فلما دعوه كان أقرب منهم أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الروس تواضعا لعزته تعنوا الوجوه وتسلموا تراهم على الرمضاء شعث رؤوسهم وغبرا وهم فيها سروا وأنعموا وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم تثنهم لذاتهم والتنعم يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الروس تواضعا لعزته تعنوا الوجوه وتسلموا. با عرض سلام خدمت بینندگان شبکه جهانی نور، اکنون نوبت میرسه به تلاوت برنامه، تلاوت برنامه و تماس های شما عزیزان. و شماره تماس شبکه در صفحه گیرنده های شما زیرنویس میشه و همچنان ایمیل آدرسی که تهیه کردیم به خاطر سوال و سوال شما راجع به برنامه و راجع به تجوید نظری که هر نوع مشکلی باشه، هر نوع سوالی باشه، انشاءالله ما در خدمت هستیم. شما سوال خود را از طریق اون ایمیل به ما بفرستین و پاسخ سوالای خود را دریافت خواهد کرد. الان ما شروع میکنیم به تلاوت برنامه و منتظر تماسهای شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که با تماسهای زیبایتان برنامه خودتان را زیباتر و زیبا بسازین. تشکر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. السلام عليكم ورحمة الله. خديجة خانم از ايران. السلام عليكم، خسته نباشید. السلام، خسته نباشید خديجة خانم، خوبين؟ عائشه هستم. عائشه، ببخشين با عرض معذرت. عائشه، از این سوره حجرات میتونی تلاوت کنی؟ از این آیه هشتم، فضلا من الله و نعم. آیه کرسی بخونم. مشکلی نیست، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا به يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. تشكر، احسنت، تلاوت زيباي بود، خير ببينين، خداوند اجر عظیم نصیبتون کنه و در میزان حسنات باشه. تشکر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد أزيران. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حال شما خوبه انشالله؟ سلامت باشی. لطف شما. بفرمایید آقا محمد، از این سوره حجرات میتونید تلاوت بکنید؟ از کجا بخونم بیزن؟ صفحه 516 آیه دهم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تشکر آقا محمدی، ببخشید که اولم اسمتان اشتباه گرفته بودم، با عرض معذرت آقا محمدی و تشکر، خیلی ممنون از تلاوت زبایتان، خیلی ممنون. خانم محمدی سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم استاد. سلام علیکم. السلام و رحمت الله و برکاته. حال شما خوبه انشالله؟ بفرمایید. الحمدلله شما خوبی؟ شکر خداست. بفرمایید از این آیه سوره حجرات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا
ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک هم تشکر. تشکر خانم محمد، خیلی ممنون از تلاوت زیبایتان. ان شاء الله درست است، مطابق احکام است، مشکلی هم ندارین و باز هم کوشش بکنین اون کدام کلاس تجوید اگه باشه بهتر است، به خوبتر. الحمدلله مشکلی ندارین بازم. تشکر. بله، تماس بعدی. سلام علیکم آقا علی از بلوچستان. سلام. سلام و رحمت الله، چه حال دارین؟ خوبین ان شاء الله؟ خوبم، سلام علیکم. بفرمایید از این آیه سوره حجرات. از سوره جمعه میخونم آیه 9. مشکلی نیست، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة آقا علی، آقا علی، آقا علی، بله، متوجه بله باشین که اذا نودی لصلات من یوم الجمعاتی اینجا جمع است، میم پیش داره، ساکن نیست، جمعاتی خوانده شد و جمعاتی خوانده نشد، حواستون باشه. بفرمایید. بله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. تشکر آقا علی. تلاوتتون خیلی لحن و لهجه خیلی ماشاءالله خیلی زیبا و تلاوتتون هم خیلی زیبا. منتها سه چیز متوجه باشین. یکی هم جمعتی، کوشش بکنید از بیشتر تمرین بکنید چون من میشنوم ساکن میشنوم جمعتی. یک. دوم هم اگر من اشتباه نشونیده باشم این کنتم تعلمون بخوانین، امیر تارا نازکتر بخوانین، شما خواندین طالمون یعنی تاجر میشه. و سوم هم لن فضو یعنی داد تشدید داره، کمکی قوی تعداش بکنین. تشکر، خیلی ممنون. بله، تماس بعدی. سلام علیکم آقا عبدالرحمن از اصفهان. الو. سلام علیکم. من خسته نباشید. سلامت باشین. بفرمایید آقا عبدالرحمن. میخوام سوره بخونه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس آقا عبدالرحمن عزیزم. تشکر، خیلی ممنون، تلاوتتون خوب بود، اما مشکلی نداشت، منتها حواستون در الرحمن الرحیم حاره کمک فشار بدین. الرحمن الرحیم، شما رحیم خوندین، رحیم درست نیست، فشار بدین رحیم. ح اح 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 الرحیم، درست شد؟ خیلی ممنون. سلام علیکم آقا امیری از ایران. علیکم السلام و رحمت الله، حال شما خوبه انشاءالله؟ بفرمایید آقا امیری، از این سوره حجرات میتونید تلاوت بکنین و یا یکی کدام سوره ای که علاقه خودتون است، مشکلی نیست. آقا عزیزی، آقا امیری قطع شد و آقا عزیزی از ایران. سلام علیکم آقا عزیزی. آقا عزیزی،
خواهد شد. سلام علیکم خانم مرادی. خانم مرادی سلام علیکم. هستم از کردستان، میخواستم سوره نصر رو برای شما تلاوت کنم. بفرمای عزیزم، بخوان. بله؟ بخوانید بخوانید، خدمت هستم. باشه باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أحسنت خانم مرادي. چند ساله هستین؟ چند ساله هستین؟ 8 ساله هستم. ماشاءالله 8 ساله. خیلی تلاوت زیبایی بود، کاملا درست خواندین. منتها حواستون باشه در ایدا جاء نصر الله و رأیت الناس، یکمه که تمرین بیشتر بکنین ها. باشه باشه. خیلی ممنون، تشکر. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. سلام علیکم. بله، تماس بعدی. اتاق فرمان تماس بعدی. سلام علیکم آقای رحیمی از ایران. سلام علیکم آقا رحیمی از ایران. بله سلام علیکم. از نروژ. سلام علیکم، چه حال دارین؟ خوب هستین انشاءالله؟ از نروژ ببخشین. تشکر، زنده باشید. شما خوب هستین انشاءالله؟ شکر خدا، سلامت باشین. آقا رحیمی از این سوره حجرات میتونین تلاوت کنین یا کدام سوره که مورد علاقه خودتون است بفرمایید تلاوت کنین؟ از نروژ. فهمیده شد، آقای رحیمی از نروژ، فهمیده شد. الان تلاوتتون رو از سوره حجراتی که ما داریم تلاوت میکنیم از اینجا یا کدام سوره ای که مورد علاقه خودتون است بفرمایید تلاوت کنین. اسماعیل جان قرآن میخواهم بخونم. خدمت هستیم، بفرمایید. من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ترجل علی مقام هو ما كسب يصلى نارا ذات حطب حوله حمالة حطب في جيدها حبل من مسد. اسماعيل عزيز. اسماعيل عزيز ما شاء الله، احسنت، خیلی زیبا تلاوت داشتین، تلاوت خوبی کردین، خیلی ممنون از اون بابای عزیز شما که شما را روی خط آورد. انشاءالله امیدوار هستم که الله رب العزت یک بچه صالح ببار بیاره تا که دعاگوی پدر و مادرش باشه. تشکر. سلام علیکم آقا عزیزی از ایران. سلام علیکم. سلام، ببخشین که قبلا تماس گرفتین قطع شد، با عرض معذرت. بفرمایید آقا عزیزی از این کدام سوره حجرات یا کدام سوره که مورد علاقه خودتون است؟ سوره حجرات میخونم. بفرمایید بخونین. از این آیه پایهم 15ام، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون على أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
تشکر آقای عزیزی، خیلی ممنون از صدای زیبایتان، از تلاوت زیبایتان و خیلی ممنون. بله تشکر، خیلی ممنون. شما شفتگان قرآن هستین و این برنامه به خاطر شما هست که باید از این قرآن کلام الله هست، این صدا و این هنجره نعمتی هم که خدا داده برای شما، باید از این هنجره این کلام الله را به خدمت از طریق دوربین شبکه جهان نور به بینندگان شبکه جهان نور برسان، این مسئولیتتان است. خیلی ممنون از تماستون. سلام علیکم آقا سراج الدین عزیز از تاجیکستان. آقا سراج الدین، آقا سراج الدین، السلام علیکم. الو. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستین آقا سراج الدین؟ الحمدلله، شکر خداست. بفرمایین، بفرمایین آقا سراج الدین، از این اول سوره قاف، قاف والقرآن المجید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تشکر آقا سراج الدین. تشکر آقا سراج الدین، واقعا ما از این تلاوت شما در هر برنامه خیلی بهره میبریم و لذت میبریم. واقعا خداوند هنجره خوب داده و نعمت بزرگی را بر شما نصیب کرده. امیدوار هستم که در هر برنامه بیاین این اعجاز قرآن را از این هنجره که خدا بر شما نصیب عطا کرده و از این بشنوانین، این وظیفه تان است. خیلی ممنون از این تلاوت زیبایتان. سلام علیکم آقا مسعود از ایران. وعلیکم السلام و رحمت الله برکاته. خوبین انشاءالله آقا مسعود، شکر خداست که این بار دومی است. فکر کنم که این بار دومی تماس دومی شما هست و تلاوت زیبای تان را برنامه گذشته هم شنیده بودیم و الان هم منتظر هستیم که صدای زیبای تان را بشنویم از آیه و نزلنا من السماء ماء مبارکا سوره قاف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و نزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. تشكر آقا مسعود. آقا مسعود خیلی ممنون، واقعا لذت میبریم از این صدای زیبای شما عزیزا، و منظور ما هم همیست که بنده به عنوان یک خادم قرآن که آمدم در این از این دوربین شبکه جهانی نور خدمت شما هستم به خاطر رساندن این هنجرهای زیبا، این صدای زیبا به دنیا. اعجاز قرآن با این صدایتون دی برنامه را ترک نکنین، حتما در برنامه ها بیاین. این خیلی یعنی مسلمین و بینندگان و طرفدارای شبکه جهان نور واقعا لذت میبره از شنیدن از این صدای زیبای شما. تشکر. سلام علیکم خانم سمیه از ایران. وعلیکم السلام. خوب هستین خانم سمیه؟ بفرمایید. بله. بفرمایید کدام بفرمایید کدام آیه کدام سوره تلاوت بفرمایید؟ الحمد لله. بخوانین. احسنت ما شاء الله تبارك الله. احسنت خانم سمیه، تشکر، خیلی ممنون عزیز، خیلی زیبا خواندین، تلاوت زیبایی بود. و باز هم ما تشکر میکنیم از این پدر عزیزتان که شما روی خطا آورد، صدای تو را شنیدیم و خداوند متعال ان شاء الله انسان صالح به بار بیاره که دعاگوی پدر و مادر باشین. تشکر. سلام علیکم آقا جلال الدین از تاجیکستان. جمال الدین، ببخشین، جمال الدین. و علیکم السلام. خوب هستین آقا جمال الدین؟ دوام یمو تلاوت کردیش و میخونم. بخوانین بخوانین، خدمت هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق الله العظيم. تشكر آقا جمال الدين، خیلی ممنون، تلاوت زیبایی بود. احسنت احسنت، تشکر، خیلی ممنون. بله، تماس بعدی. سلام علیکم آقا محمد از ایران. سلام علیکم عزیزم، خوب هستین؟ علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. بله. آقا محمد عزیز، از کدام بفرمایید؟ میخوام از سوره بقره بخونم. بخوانین. الف لام، بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله. او محمد عزيز، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. بله، قطع شد صدا، قطع شد، فکر کنم. ببخشید آقا محمد، محمد عزیز صداتون قطع شد. سلام علیکم آقا عبدالله از ایران. وعلیکم السلام ورحمت الله. حال شما خوبه آقا عبدالله؟ بفرمایید آقا عبدالله، از این سوره قاف، از سوره قاف، از آیه 24 القیه،
ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. بالي. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للمعتد مريب الذي مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تصفوا لدي وقد قدمت إليكم بوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لما يشاءون فيها ولدنا مزيد تشكر آقا عبدالله آقا عبدالله واقعا شما خیلی عزیز هستین مهربان هستین و نعمت بسیار بزرگی را خداوند برشان نصیب کرده و چون تماس ها خیلی زیاد است با عرض معذرت وگرنه ما شایق هستم که بیشتر بشنوم این از انجراهای مختلف و لهجه های مختلف کلام الله را با انواع مختلف ما میشنویم واقعا لذت میبریم و ما را هیجانی ساخته خیلی ممنون از تلاوت زیبایتان سلام علیکم خانم امینه از دبی سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله خانم امینه خوبین؟ من آره خوبم بفرم. من خواستم سوره لیل رو بخونم بخونم خدمت هست بسم الله الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذکر والانثى ان سعیكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسينسره للعسرى فسينسره للعسرى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى خیلی ممنون خانم امنه احسنت ما شاء الله من هستم کمک میکنم مشکلی نیست فقط هدف اینست که شما روی خط بیاین تلاوت این صدای زیبایتون رو بشنوانین به بینندگان شبکه جهان نور خیلی ممنون تلاوت زیبایی بود احسنت تشکر بله سلام علیکم آقا عبدالنور از ایران علیکم سلام رحمت الله برکاته حال شما خوبه آقا عبدالنور رحمت بشید بفرمایید تلاوت از این سوره قاف آیه چندونه؟ آیه 28 قال لا تختصم لدی 28 خب از شروع صفحه 520 وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا ازنجا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا بالبلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم ذراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد تشکر آقا عبدالنور خیلی ممنون شما خب برادر آقا عبدالله خو نیستین بله برادر آقا عبدالله هستین نه آه چون صدا و لهجه همه یکیه خیلی ممنون از تلاوت زیبایتان واقعا خداوند نعمت زیادی را داده بله سلام علیکم بله سلام علیکم خانم خدیجه از امارات سلام علیکم و رحمت الله و برکاته علیکم السلام و رحمت الله خوب هستین انشاءالله خانم خدیجه بفرمایید بفرمایید خانم خدیجه عزیز از این سوره ذاریات و ذاریات ذروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمحصنات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألونك أيان يسألون يوم الدين يسألون أيان يوم الدين يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون تشکر خانم خدیجه تشکر خیلی ممنون از تلاوت زیبایتان احسنت انما توعدون نه خواندنش انما توعدون چون واو متوجه باشین خیلی ممنون تلاوت زیبایی بود سلام علیکم خانم مریم از ایران خانم مریم از ایران بله سلام علیکم سلام علیکم عزیزم خانم مریم بفرمایین از کدام سوره بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم صدای گریندایتون را ببندین چون تشویش ایجاد میکنه بسم الله الرحمن الرحیم بله بله أرأيت الذي بفرمي
بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب وبدر خانی مریم قد شد؟ متاسفم قد شد. خانمی فانیس از ایران، سلام علیکم. سلام. علیکم سلام عزیزم، خوبین؟ بله. بفرمایید کدام سوره؟ خسته نباشی، من میخوام سوره زلزله بخونم. بخونید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. صدق الله العظيم. أحسنت أحسنت ما شاء الله تبارك الله. خان فانوس خيل خيل تلاواتي زي باي بوت ما شاء الله تبارك الله. بالي سلام علیکم خانم محمدی از ایران. خانم محمدی از ایران. بله سلام. علیکم السلام و رحمت الله، خوبین؟ بله. بفرمایید کدام سوره؟ سوره بقره رو بخونم. بخونین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون. تشکر خان محمدی، خیلی ممنون، تلاوت زیبایی بود، احکام هم درست است، تلفظ هم درست، انشاءالله خداوند با اون پدر و مادر عزیزتان اجر عظیم نصیب بکنه در میزان حسنات. سلام علیکم خانم مریم از ایران. الو سلام. سلام بفرمایین. میخوام سوره علی تلگی بخون. بخون شروع بخونین. ارائیت الذی یکذب بالدین. سلام خسته نباشید. علیکم سلام، سلامت باشین، بفرمایید تلاوت بکنین. میخوام سوره علایت الذی بخونم. خدمت هستم، بخونین. تصویر ماشین ندادی. بفرمایید بخونین. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعى اليتيم ألا يحض على طعام المسكين الليل من المسلم الذين وسنة تنسون الذين يمعون المعون. ما شاء الله، أحسنت خانم مريم، تشكر، خیلی ممنون. تشکر از اون بابای عزیزتون که روی خط آورد، شروع دیدیم صدایتون رو، خیلی ممنون، تلاوت خوبمون. کی؟ سلام علیکم، ابو محمد از ایران. ابو محمد از ایران، سلام علیکم. ابو محمد. سلام علیکم ابو محمد. متاسف هستم صدایتون رو نداریم. تماس بعدی قطع شد.
سلام علیکم خانم مریم از ایران. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله خانم مریم. خوبین؟ ممنون. بفرمایید کدام سوره؟ بقره. بخون. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أحسنت خانم مريم. بقي قرآن رو من جور خانم ميتونين خانده؟ بقي قرآن رو جان؟ بقي قرآن رو من ميتونين ميتونين بخانين؟ بله. شكر خداست، شكر خداست، تشکر. ابو محمد از ایران، سلام علیکم. ابو محمد، سلام علیکم. سلام علیکم. سلام، خسته نباشید ابو محمد، ببخشید با عرض معذرت تماس گرفتم قطع شد. دوباره شکر خداست که روی خط داریم شما را. بفرمایید از کدام آیه؟ بفرمایید. سوال اینه که در سوره فاتحه مالک یوم الدین از یا ملک یوم الدین، مثلا در این مورد توضیح بدید. آه درسته، دو قرائت است. مالک یوم الدین به نزد امام حفص مالک یوم الدین خوانده میشه، به نزد ورش ملک یوم الدین، هر دو قرائت است، ولی چون معمولا در کشورهایی که ما هستیم به روایت حفص خوانده میشه، مالک یوم الدین میخوانیم. تشکر. بله بله، دستتون خسته نباشید. سلامت باشین. بفرمایید. جزاکم الله خیر. تماس بعدی. سلام علیکم. السلام خانم متحره از ایران، خسته باشین. خوبین؟ بله شما چطوری؟ خوبی؟ شکر خدا. خانم متحره بفرمایید از کدام سوره؟ سوره فاتحه. بخونید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. تشكر خانم متعرف. احسنت، تلاوت خوبی بود، منتها کوشش کنین که قاف را غین نخوانین. شما میخوانین مستقیم، مستقیم، حق مستقیم دیگه. انشاءالله همه درسته. خیلی ممنون عزیزم. سلام علیکم آقا محمد از افغانستان. سلام. سلام. علیکم السلام، چه حال دارین؟ خوب هستین؟ سلام. از ایران هستم، محمد از ایران هستم. ببخشین با عرض معذرت از ایران. بفرمایید بخونین. بسم الله الرحمن الرحیم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. تشکر آقا محمد، خیلی ممنون از تلاوت زیبا، صدای زیبا، ادای زیبا، همه درست بود انشاءالله و امیدوار هستیم که خداوند عظیم اجر عظیم نصیبتان بکنه، در میزان حسنات باشه. خیلی ممنون از تماس زیبایتان. بله سلام علیکم خانم فاطمه از ایران. فاطمه زهرا. فاطمه زهرا ببخشین. سلام استاد، خسته نباشین. سلامت باشین. قرآن بخونم. بخونین. می‌خواستم سوره فرض رو بخونم. بخونین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا یغشی هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. تشکر خانم فاطمه الزهرا. خانم فاطمه الزهرا خیلی ممنون از این نام اسم زیبایتان و تشکر از تلاوت زیبایتان. احسنت، خیلی ممنون. خیلی ممنون. تشکر. بله سلام علیکم خانم فاطمه از ایران. خانم فاطمه از ایران سلام علیکم. سلام علیکم. از بندرلینگ. علیکم السلام و رحمت الله. خوبین؟ بله. بفرمایید کدام سوره؟ طارق. بخوانید. بخوان. طارق. بله بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء والطارق. طارق. لطفاً این صدای گیرندهتون رو ببندین، تشویش ایجاد میکنه. بخوانین سوره طارق. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما درست مما اندافق يخرج بين السل و يخرج من بين السل والترائب انهم على رجل. تشکر خانم فاطمه. تشکر خانم، احسنت، تلاوت زیبایی بود، خیلی زیبا خواندین، صدای زیبا، ادای زیبا، همه چیز خوب بود. و همزمان من تشکر میکنم از این مادر عزیز که عزیزشان رو آوردن روی خط، صدایشان رو ما شنیدیم و در میزان حسنات باشه انشاءالله. بله خانم عایشه از ایران سلام علیکم. آقا شما تکرار برنامه تو رو کی میذارید؟ تکرار برنامه سایت شبکه را شما اگر چک بکنین میدونین کدام ساعت هاست.
اینترنت اگر اختیار داشته باشین سایت شبکه را چک بکنین ان شاء الله میدونین که کدام ساعت ها پخش میشه. باز هم ما تکرار میکنم ان شاء الله میگم خدمتتون و ادامه برنامه خدمتتون عرض میکنم. سلام علیکم خانم مرادی. الو. علیکم سلام. سلام علیکم خانم مرادی. سلام، خوبید شما؟ شکر خدا عزیزم. بفرمایید کدام سوره؟ آیتل کرسی. بخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم. لا تاخذه سنة ولا نوم. تکرار کنید. ما في السماوات وما في الارض. من ذا الذي يشفع عنده الا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تشکر، احسنت احسنت، خیلی ممنون، تلاوت زیبایی بود و خیلی ممنون خانم مرادی. ارتباط تکرار برنامه خدمتتون عرض برسانم که روز سه شنبه ساعت 10:30 به وقت ایران، البته صبح، پنج شنبه ساعت 6:30 به صبح به روز پنج شنبه به وقت ایران. بازم تکرار میکنم، سه شنبه 10:30 10:30 و پنج شنبه 6:30 این تکرار برنامه است. بله، تماس بعدی. بازم تکرار میکنم، تکرار برنامه آموزش نور از راه دور روزهای سه شنبه است، ساعت 10:30 و روز پنج شنبه 6:30 تکرار برنامه انشاءالله پخش میشه. بله، تماس بعدی. آرشین از ایران، سلام علیکم. سلام. سلام و رحمت الله. خوبی این آقا آرشین؟ بله. بفرمایید کدام سوره تلاوت بکنین؟ سوره عصر. بخوانین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر بالحق وتواصوا بالصبر وتواصل بالصبر صدق الله العظيم. تشكر تشكر آرشین. چند ساله؟ چند ساله آرشین؟ من 8 سالمه. 8 سالین. کلاس قرآن یا تجوید نزدیکایتان هستش؟ کلاس زبان میرم. کلاس زبان نه، کلاس زبان نه، قرآن هست یا نه نزدیکایتون؟ قرآن نه نمیرم. خب باید بگیرین ها، این کلام الله هست. باز هم تشکر از تماس زیبایتون و خیلی ممنون از اون والدین عزیزی که روی خط آورد شما را، خیلی ممنون. خدافظ. خیلی ممنون. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام. علیکم السلام عزیزم، بخونید. اینا قل کوسن پسند رابطه آن هن. اینا تینا قل کوسن پسند رابطه آن هن. اینا شان کت و افتاد. احسنت، ماشاءالله چقدر زیبا خواندین، ماشاءالله تلاوت خوبی بود. و به به عزیزم خیلی ممنون، خیلی ممنون از مادر پدر عزیز. بله، تماس بعدی. اتاق فرمان تماس بعدی. سلام علیکم، ملاهی از ایران. سلام علیکم.
سلام. سلام، خوبین؟ ها بله خوبم. بفرمایید کدام سوره؟ بخوانین. سوره عصر. بخوان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صدایتون خیلی ممنون خانم ملاهی، خیلی ممنون، تشکر از تماس زیبایتان، تلاوت زیبایتان و العصر هم درست خواندن انشاءالله. احسنت. بله، سلام علیکم آقای امیری از ایران. آقای امیری از ایران، سلام علیکم. سلام علیکم، خوبی انشاءالله امیری؟ خدمت سلام هم بشه. بفرمایین از این سوره زاریات میتونید تلاوت بکنین؟ آیه 15 هم ان المتقین فی جنات و عیون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان المتقین فی جنات و عیون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. في الأرض آيات للموقنين. في أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنبئون. تشكر، تشکر آقا میری، خیلی ممنون از تماس زیبایتان. اتفاقا شما تماس میگین خط کمی که مخدوش است، نمیدونم مشکل در کجاست. باز هم تشکر از تلاوت زیبایتان. بله، تماس بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم خانم مریم از ایران. خانم مریم از ایران، سلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. صدای گیرندتون رو ببندین. تشویشید. بله بفرمایید. من سوره اجازه می‌خونم. بخونین. سلام خواهش می‌کنم. شکر، سلامت باشین. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الليل الفاق للناس يخرون في دين الله أفواجا. تسبيح لربك أستسجد إنه كان توابا. أحسنت، خیلی تلاوت زیبایی بود خانم مریم، خیلی ممنون. بله، تماس بعدی. خب، تشکر بینندگان محترم، تشکر، خیلی ممنون از این که این ساعت و نیم با ما بودین و تشکر از توجهتان، تشکر از عزیزانی که تماس گرفتن و صدای زیبایشان ما شنیدیم و اعجاز قرآن را از این حنجره‌های زیبایشان به بینندگان شبکه جهانی نور رساندن. واقعا خداوند ما سوال میکنم از الله رب العزت که الله رب العزت بیشتر این نعمت که برایشان عطا کرده که افزونی بیاد و بیشتر در خدمت قرآن قرار بگیرن، که خدمت کلام الله را انجام بدن تا اینکه سرمایه دنیا و آخرتشان باشه. و همچنان از والدین محترمی که عزیزانشان را روی خط آوردن، صدای معصومشان را، این کلام الله را از صدای از انجرای معصومشان شنیدیم
واقعا لذت بردیم و خداوند متعال میزان حسناتشون قرار بگیره و اجر عظیم نصیبشون بکنه. و همچنان انشاءالله در برنامه های بعدی بیشتر خدمتتون خواهد بودیم و تکرار برنامه را هم تکرار کردم و باز هم تکرار میکنم، روز سه شنبه ساعت 10:30 و 10:30 و روزهای پنج شنبه ساعتهای 6:30 صبح به وقت ایران، به وقت ایران البته. تشکر و دعای کفاره مجلس. سبحانك اللهم بحمدك و نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب اليك. و همچنان ایمیلی که روی صفحه گریندایتان گذاشته شده است راجع به برنامه و تجوید هر نوع از سوالی که باشه شما بفرستین، ان شاء الله پاسخشان از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد. و تشکر و خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.